امروز میخوایم در مورد نودیسم یا برهنگی صحبت کنیم و اینکه من خودم در این مورد اطلاع ندارم، برای همین زیبا جون لطف کردن امروز تشریف میارن لایو ما که بخوایم در موردش صحبت کنیم. دعوت منو قبول کردی. بچه ها دوست دارن که در مورد نودیسم یا همون برهنگی بدونیم، بعد یه گفتم کی بهتر از شما که برامون توضیح بده که اصلا از کجا شروع شد و اینکه بعد از اون فوایدش، اصلا دلیلت، هدف تموم اینا. من حالا برای فالوئرهای تو بگم که زیبا ناوک هستم، ساکن هامبورگ، 60 سالم هست و امروز من با شمیم آشنا شدم. خیلی جالب بود، فهمیدم که شمیمم اروپاست، ساکن فرانسه. و موضوع لایو رو بنویسیم اینجا، تم برهنگی و نودیسم. خب بچه ها دیگه، منم خیلی خوشحال شدم از این. حالا جالبم اینجاست که فردام یک مسئله در رابطه با برهنگی، منتها کسی تو الان در موضعی هستی که میخوای اینو بشناسی، ولی فردا یکی از بچه های طلبه نجف، اینقدر بچه جالبیه، خیلی هم مذهبی، خیلی، و منو میخواد به نقد بکشه در رابطه با مسئله فرهنگی برهنگی، برهنگی و میخوام بگم یعنی دو روز پشت سر هم تم برهنگی. خب مسئله برهنگی رو، خب تو در این رابطه سوال خاصی داری یا من اصلا؟ ببین میخوام شروع کنی که اصلا بگی چجوری شد که به این مسئله روی آوردی، بعد از اینکه اینو تعریف کردی حالا سوال دیگر میپرسم. من کلن با مسئله فرهنگ برهنگی در آلمان آشنا شدم و زمینش هم به نوعی از نظر فکری توی من بود به صورت نهفته. در واقع وقتی که داشتم از مرحله زینب میگذشتم که در رابطه با مذهب از خیلی جنبه ها زیر سوال میبردم، مثلا فرض کنید که حجاب رو زیر سوال بردم و اینکه گفتم حجاب برای من میتونه، خب خود همین مسئله آغازیه برای برهنگی. شما فکر کنید منی که انقدر چادری اینجوری و مقنعه فلان و طلبه و یه همچین فردی بودم، بعد به مرور این مسئله رو احساس بی‌نیازی میکردم، احساس میکردم که میتونم در واقع بدون این پوشش هم اون بود زنانگی و انسانیت خودم رو مطرح بکنم. حالا این زمینه میخوام بگم به صورت نهفته در من بود، تا اینکه من وقتی آلمان اومدم این مسئله برهنگی رو در رابطه با مثلا اولین بار توی سونا آشنا شدم، بعد خب مثلا مثلا استخر زنان و مردانه، خب این به نوعی باز هرچند برهنگی کامل نبود ولی تو رو داشت میبرد به این که آزادی، فرهنگ آزادی بدن، یعنی شما از چادر، از پوشش کامل میرسی مثلا به مانتو روسری، به لباس یه مقدار بازتر و بعد میای حتی مثلا مایو و اینا و بعد میرسی به توی سونا که دیگه مثلا وقتی که اونجا بود من اونجا یه لحظه احساس میکردم که چرا من وقتی میان اینجوری میشم، بسته میشم. حتی کسانی که لباس پوشیدن منو نگاه بکنن، این پروسه لباس پوشیدن، من لباس پوشیدن هم حالتهاش مثلا دوست داشتم یه حالت بسته لباس بپوشم، بسته، انگار احساس میکنم پوشش به من یه امنیت میده. و حتی مسئله کرست و سوتیان هم در همین رابطه برای من بود که احساس میکردم این شورت و کرست و اینها به من یه نوع امنیت میده وقتی میپوشونم، به خصوص اون مناطق جنسی رو. و این مسئله زمینه داشت، زمینه تربیتی، زمینه اون چیزی رو که به هر حال باهاش بزرگ شده بودیم. وقتی که من میامدم یه دفعه میدیدم که خب مثلا آدمی رو میدونم توی سونا که اصلا به من نگاه نمیکنه یا خودش اصلا حواسش نیست به این که برهنه هست یا نیست، بعد من در مقابل این احساس
مثلا کوچیکی میکردم، کوچیکی از این نظر که ناتوانی شخصیتی که چقدر این آدم برهنه بودنش با برهنه نبودنش یکیه. راحته. میدونید این مسائل نقطه آغازی برای فکر من میشه برای این رابطه، تا اینکه من 7 ماه با یه خانواده آلمانی که زندگی میکردم، اونا منو مثلا وارد یه همچین چیزایی بردن، مثلا خودشون خانوادگی با بچه ها و اینها، مثلا استخرایی که فکر کنید همه لختن. خب اونجا من اولین بار برام خیلی سخت بود. یه دفعه مارینا یه دفعه گفتش ببین اینجا از ساعت 10 به بعد ما همه لخ میشیم. ما که لخ میشیم، میخوای مثلا تو هم لخ بشی؟ یه لحظه وایستادم اونجا، چون اونجا با فضای سونا فرق میکرد. میدونی سونا یه ذره بستگی بسته تر بود، تاریکتر بود، یه ذره حالت مثلا امنیتی که به آدم میداد بیشتر بود، امنیت روحی روانی رو میخوام بگم. بعد اینجا یه دفعه استخر رو همه فلان و ساعت ده، من یه لحظه موندم در مقابل یه همچین مسئله ای که اصلا، ولی با خودم گفتم خب واقعا چرا من نمیتونم این کار رو بکنم؟ این چرا رو نمیتونستم به خودم جواب بدم. و اینکه گفتم خب وقتی دلیل منطقی نداری خودتو هول بده، هول بده. بعد این کارو کردم در ولی همش میخواستم برم تو استخر. لوب بودم ولی همش میرفتم تو استخر، احساس میکردم مثلا تو آب منو بپوشونه. بعد یه دفعه مثلا میدیدم که اولین باری بود که این همه مثلا کیر و کس و اینو خیلی راحت میدیدم، و بعد من میدیدم که چقدر من فوکوس نگاهیم زیاد شده به اینا، و این نشون میداد که من چقدر تو این رابطه کمبود دارم. کمبود از این نظر که هی انگار وجود من هی میخواد بشناسه بدونه اینا چیزایی که محروممون کردن چیه. خب این مسئله خب برای من تجربه جالبی بود، تا اینکه خب تو این خانواده بعد دختر 9 سالشون بود، خیلی لخت میرفت شبا، گوتناخت، حالا گود نایت، حالا این به این صورت میومد رد میومد به من یه مثلا میبوسید زیبا، مثلا باباشو میبوسید فلان. خب من نمیتونه، چون واقعا به من که ضربه ای نمیزدن که، ولی من میموندم سر این رویارویی با این پدیده. خب میخوام اینا بگم که سوالای زیادی رو در من ایجاد میکرد، و بعد من به خودم میگفتم چرا من انقدر، حتی توی مثلا همون که میخواستم برم، موقعی که حالتهای مذهبی خودم رو نگاه میکردم میدیدم که چقدر پوشوندم این مثلا سینم، و حتی تا لحظه آخر که مثلا دوش میگرفتم من جفت پرستم رو در نمیابردم، ولی آخرین لحظه مثلا تندی در میابردم که مثلا انگار خودم نگاه کنی. آره دیگه، اصلا این که خودم رو دیدم و خودم رو باهاش روبرو شد. حالا میخوام همینا رو بگم که در واقع بعد که اینها رو من در رابطه با دوست پسر اولین که نه، مثلا دوست پسر اصلیم که ینس بود که باهاش آشنا شدم، واقعا تحلیل اینا برام جالب اومد. حالا اون اول که خب خانواده آلمانی بودم، تا اینکه بعدا من با ینس که آشنا شدم، خب ینس یه مرد از من 18 سال بزرگتر بود و خیلی تجارب داشت، خیلی جالب بود. یعنی از اون موقع 58 سالش بود، من 40 سالم بود. خب من تازه مثلا سال 2000 که من با این آشنا شدم، و این برای من وقتی که ما با هم، من یادم اولین شب که رفتم خونش، من خیلی راحت نشسته بودیم حرف میزدیم نمیدونم، بعد گفتیم که خب دیگه شب داشت نزدیک میشه، گفت برم جارو درست کنم و این رفت، و بعد یه دفعه دیدم اومد پایین لخت لخت. حالا شما فکر کن اولین روز من این آدم رو دیدم که لخت اومده رد میشه میره اینو بر میداره مسواک میزنه، بعد دیدم میگفت زیبا چیزی لازم داری؟ بعد من اصلا یه حالت اینجوری که وقتی گفت زیبا چیزی لازم، مثلا گفتم
وای اینو نگاه کن، اصلا انگار با یه ساعت پیشش فرقی نداره. چقدر جالبه، چقدر خوبه. برای من این یه سوالی شد و بعد یه لحظه یادم اونو دیدم، گفتم میشه منم یه روز اینجوری بشم. میخوام بگم فرهنگ برهنگی، این مسائلی که من باش اینجوری به مرور آشنا شدم، بعد با ینس چون خیلی فرده، خیلی اطلاعات داشت، یعنی واقعا من با این فرد بگم روزی 9 ساعت مثلا با هم حرف میزدیم، اینقدر که برای من این آدم لکسیکون بود دیگه، یا یعنی فرهنگ نامه بود، اصلا سیر نمیشدم از صحبت. بعد تو این رابطه ها اون به من گفتش که تو کلمه از خود بیگانگی یا کورپرفاینلیشکایتسگفول یعنی دشمنی با بدن خودت، گفت تو دشمنی با بدن خودت و تو با بیگانه ای با بدن خودت، چرا آشتی نمی کنی؟ چرا نمی خواهی بدن خودتو ببینی؟ و من اولین عکس لختم رو ینس گرفت از من در واقع. و من یادمه وقتی که گفتم که اون موقع نگاتیو بود این دوربینایی که نبود که همون لحظه، 3 روز دیگه مثلا به ما مثلا عکاسی گفته بود بیایید بگیرید. من توی این 3 روز بحران داشتم که این عکسام چه شکلی هن. ببین شکلش کاری نداشتم که خوشگلن یا نه، ولی انگار میخواستم خودمو لخت ببینم به عنوان یک اوریان، یه بخشی از وجود خودم رو ببینم. و این برای منو دچار اضطراب کرده بود، میدونی؟ این که الان هم دارم اون عکسو، 2 تا عکس، موام بلند بود، هنوز کچل نکرده بودم، هنوز اون مراحلی بود که داشتم تازه مثلا یه سری چیزایی رو تو خودم پوست اندازی میکردم در واقع. این کلمه میخوام میگم فرهنگ برهنگی برای من یک بخش آشتی با بدنم شد، میدونی؟ بحث این نیستش که من خواستم تابو بشکنم، از این استفاده کنم برم بنویسم زن یا مرد یا برابر، اینا نبود برای من شخصا. برای من یک آشنایی و آشتی با بدن بود. و ینس برای من تعریف کرد که یه جنبش 1960، دهه 60 ها اونا دارن، 1960، که این جنبش که هیپیا میان و فمینیستا اونجا مطرح میشه، حتی مثلا فری لاف، عشق آزاد اونجا مطرح میشه و خیلی کسا یه جنبش های مختلفی تو این رابطه. سال اون موقع یس جوان بود دیگه، مثلا 20 سالش بود، میگفت ما تو این جنبش ها شرکت میکردیم. مثلا فرض کنید حتی الان من یه عکسی دارم از مرکل که اونم تو این بوده، مرکل مثلا تمام این سنین، این سنینی مثلا لودویک، هلموت شمیت، نمیدونم همه اینا با این فرهنگ برهنگی به نوعی مدافعش بودم، به خاطر اینکه پشتش یه فلسفه بود، فلسفه این که ما با وجود خودمون آشنا بشیم، آشتی بکنیم و این رو بخشی از طبیعت خودمون بدونیم. از همون جا بود و ابتدا هم توی شرق این مسئله، یعنی برلین شرقی و آلمان شرق و اینا خیلی بیشتر این مسئله و مسئله FKK فری کورپر کلتور، حالا آلمانیشو میگم، یعنی فری چیز آزاد، فرهنگ آزادی بدن، خب کورپر یعنی بدن، کلتور یعنی کالچر، بعد فری هم که فرای هم یعنی میشه فری. FKK اصلا یه شد و این جور شد که اصلا مناطق FKK به وجود اومد. این که تو استخرا ساعت ها، آره مثلا نمیدونم حالا دقیق تاریخش اومد، ولی اون 1960 اینا، دهه 60 اینا یه جنبش خیلی عظیمی شد تو بین مردم، میدونی؟ و به خصوص جوونا، حتی مسئله فمینیستا، اینکه حقوق ما برابر باید باشه، نمیدونم بدن، نمیدونم خیلی مسائل مختلف، یا نمیدونم مسئله ازدواج نفع
ازدواج ها چرا باید حتما ازدواج بشه. و خب این مسئله هم ضد مقدار مذهب آلمان هم مذهب مذاهب هم بود دیگه، اینجا کاتولیک ها و نمیدونم مسیحی ها و خب اینا هم خب خودشون افراد چیزن دیگه، ریگیدیه که به هر حال افکار خاص خودشونو دارن و میگن که باید اینجوری باشه. البته خب خیلی از مثلا روشنفکرای توی همین جنبش هایی هم توی همونطور که مارتین لوتری توی چیز به وجود میاد، تو مذهب مسیحیت به وجود میاد و یه انقلابی ایجاد میکنه، مثلا پاپ و نمیدونم یه سری اینجور چیزا هم ایجاد شده که اینا رو تغییر دادن و یه مقدار به اینها راحت تر برخورد کردن. ولی در کل مذهب بالاخره با این مسئله یک مانع بزرگی بوده دیگه در رابطه با این مسئله. ولی حالا من میخوام بگم منم با یس که آشنا شده بودم، مثلا یس میگفت ما پولی آموره یا پولی گامی میشه چند همسری، پولی آماره چند عشقی. مثلا حتی اینا میامدن مثلا میگفتن که خب من چرا باید مال زن من مال من باشه، مالکیت روی زن، مالکیت روی ازدواج. من خیلی مباحث مختلفی روی این مسئله چیز کرد، جا انداخت میدونه این مسئله و افتاد روی چیز در موقعیت خودش در سال در اون زمان. و به هر حال من با از طریق ینس تونستم با این فلسفه آشنا بشم و بعد دیگه خب ما خیلی راحت با هم دیگه مثلا فرض کنیم که می رفتیم مثلا عکسای لخت با هم داشتیم، عکسای مختلفی گرفتیم و مثلا کسی شب لخت خوابیدن و من از ینس یاد گرفتم. از همون موقع به بعد واقعا فکر کنم تو هم لخت می خوابی و می دونی که چقدر لذت، واقعا لذت. خب من اینا رو که یعنی بخشی از اون آشتی ما با فرهنگ برهنگی بود که بعد دیگه خب من به مرور همین مسئله رو خب وقتی که دیگه خودم هم بونی مسئله رازنداری هم که توی افکار من بود، خب این مسئله گفتم مثلا میرفتیم خب توی که دریاچه ها دیگه گفتیم بریم مناطق افکاکا، مناطق اون لختی ها کامل لخت هست. خب اونجا من با خیلی کسا آشنا شدم، بعد یه سری کسایی که میمدم گفتن عکس بگیریم ازت، گفتم خب بگیریم چه فرقی میکنه، عکس عکس دیگه. و این مسئله شد که در واقع حالا از 20 سال و 20 سال پیش این مسئله در واقع برای من ایجاد شد و شکل گرفت. ولی دیگه در موقعی که عکسان دیگه پخش شدن در بین جاهای مختلف اینا، دیگه این مسئله بود رسانه‌ای شد و دیگه قبل از اینکه تو اینترنت هم بیاد، یعنی من اینترنت داشته باشم و یا مثلا تو این فیسبوک و نمیدونم ولی اینستاگرام که تازه هست مثلا 4 ساله هستم، ولی قبلش فیسبوک بود و قبل از اون همینطور ایمیل و یا مثلا سایت خودم بود، یه سایتی داشتم اونجا، قبل از اونم عکسای من رو، عکسای که همین نگاتیوایی که نداشت، هر کی میومد میگفت من اینو داشته باشم یا میبرده و این پخش شد تو هامبورگ و وای میدونید یه زن اینجوری و فلان. ولی این هنوز به اونجایی نرسیده بود که سال دو که بعدن که حالا داستانش رو تعریف میکنم، حالا یکم در این رابطه تو صحبت بکن تا بگم که چطور میشه که این مسئله دیگه من به عنوان مسئله اولین زن ایرانی مطرح میشم و اینها که عکس اومد. ببین خیلی جالب بود که تمام این فرایندشو گفتی که یعنی در واقع نشون بدی که همچینم آسون نبوده برات. تو هم مثل چون که به هر حال تو هم توی فرهنگ ایرانی بزرگ شدی و به هر حال اون تعصبات روی تو هم تاثیر گذاشته و این نبوده که راحت باشه که بیای خب دیگه دخت میشم الان تمام، یعنی که تو هم جنگیدی با تمام اون تعصبات درونت، جنگیدی روبرو شدی و الان عکسای منو شما نگاه کنی توی مثلا وقتی داستان خانواده آلمانی رو نگاه میکنی یا عکسای قبلی منو نگاه میکنی خیلی فرق میکنه. یعنی کسی که باید دقیق
افراد یعنی به تمام مسائل دقت کنه، به بادی لنگویج من، حالت ایستادن من، حالت ببین یک کسی که مثلا اینجوری بسته وای میسته تا اینکه یک کسی عکسای همین ها نشون میده که من مراحل خیلی راحتی رو نگذروندم و هر کدومشون مثلا همین که خب، ولی وقتی تفاوت من این بود که خودم رو حل میدادم. مثلا من وقتی فهمیدم دیدم که مزایای مثلا سوتی نبستن و یا اینکه راحتی، بعد از یه طرف من یه آدم خیلی راحت طلبم، سریع اینا رو میپذیرفتم، گفتم وای چقدر خوب. بعد اصلا یعنی خودم برام خیلی مهمتر بود تا داوریای دیگران. آره. این مسئله باعث میشد که خودم رو خیلی سریعتر حل بدم. خب و اینکه خب یه سوالی که خیلی بر من جالبه بدونم اینه که تاثیر این کاری که کردی، این تصمیمی که گرفتی، روی چه جنبه های دیگه از زندگی دیدی غیر از حالا اینی که گفتی بدن و اینا؟ آیا تاثیر دیگه‌ای داشت روی جنبه های دیگه زندگی؟ خب ببین، مسئله اولا که وقتی که تو مثلا فکر کن همون شورت حالا که نه برای سوتیان نبستن، حالا خب تأثیراتش روی به سلامتی بدنت هست. خب وقتی که راحتیت هست توی اجتماع، وقتی که مثلا میبینه اینو، به خصوص جامعه ایرانی، مجامعه که رفته بودم، تأثیراتش این بود که با اولین دستور کار قرار داده بودن، ما به آلمانی میگیم بها، خب بی اچ. خب این اولین مسئله جلسه این شده بود که زیبا لامک چرا بها نداره، بابا ول کنید، چرا این نمیدونم. بعد من با دوچرخه میرفتم، وقتی با دوچرخه میرفتم و هوای لباسام هم همیشه چیز، مثلا این باعث میشد که یه مقدارم این سینه های من یه مقدار سفتر بشه، نوکشم برجسته بشه، دیگه باعث میشد که وای آتما دیگه مباحث تغییر میکرد. خب این باسابای اجتماعی بود. ببینید، مسئله سلامتی خودم خیلی برای من خوب بود، از نظر یکی از بازتابهاش روی خودم بود که احساس رهایی میکردم، احساس سلامتی بهتر میکردم. بعد شبها وقتی میخواستم بخوابم چقدر لذت بخش بود، سونا که میرفتم مثلا چقدر راحت تر بود، روابطم با مردهایی که بود چقدر راحت تر بود، آدم ها دیگه به عنوان صرفا سکسی نگاه نمیکردم با آدم. من با آدم های آشنا می شدم که اینا به عنوان مثلا تو مناطق لختیا، حتی دوست پسر منم که بود، دیگه منو به عنوان چقدر دیگه میخواست نگاه کنه آخه میدونی، چقدر دیگه میخواست مثلا فرض کن نگاه کنه. بعد دیگه این بود معنوی من، بود شخصیتی من میمد روش. یعنی من اگه بخوام بگم این مسئله فرهنگی بوده، به خود واقعیت نزدیکتر شدی احساس میکنی؟ 100%، به خاطر اینکه اون خود دیگم بیگانه بودم دیگه. شما فکر کن من حتی یه انسیادم دست منو یه بار گرفت اینجوری به زور برد، بعد این کلمه کسم یاد گرفته بود، بعد اینو اینجوری کرد، بعد گفت ببین این کس توی نترس ازش، نترس، این لمسش کن، باهاش آشتی کن، اینقدر بیگانه نشو باهاش. یا مثلا این سینه مال توه، زنانگی توه، زیبایی توه، وجود توه. ببین اصلا من احساس میکردم که ببین به عنوان سکس دیده نمیشد، به عنوان بخشی از شخصیت من، بخشی از وجود من. خیلی من نمیتونم این مسئله رو ببین، خیلی فرق میکنه که تو خودت رو به عنوان یه سکس اوبجکت ارائه بدی، نشون بدی، تا اینکه تو خودت رو، خودت به تمامیت وجودت که تو اون تمامیت وجودت بخشیدم گست کونت کیرت سینت نمیدونم هر قسمتی از بدنته. یعنی منظور اینه که بین کسی که مثلا حالا پورنس داره لخت میشه جلوی دوربین با کسی که نودیسته خیلی فرق هست.
متفق. ببین اونا سکس اوبجکت هستن، اون طرف آموزش میبینه که مثلا لبش اینجوری کنه، آره اون طرف نمیدونم کونش رو فلان میکنه، میره دماغش و بدنش همه چیزاش، از موهاش گرفته تا ابروهاش گرفته تا نمیدونم لپش گرفته تا نمیدونم کون و فلان، همه اینها و تا اون حرکت ها. شما فکر نکن اون فیلم هایی که اونجا دیده میشه اون فرد واقعا لذت جنسی میبره. خب مشخصه دیگه. پس اون هدف اون یک جلب دیگران هست و یه مافیای سکسی هست. و من یکی از چیزی که یعنی اصلا خود این جریان مبارزه میکنه، یعنی فرهنگ برهنگی در واقع اون مسئله سکس اوبجکت شدن رو از بین میبره. دقیقا این کسی که به این مفهوم میرسه، برخلاف این که ممکنه تو کشورهای بسته مثلا تا ببینن یه زن خودش رو برهنه کرده میگن خب دیگه این با اینو باید بکنیمش، این نیست، این نیست. اتفاقا من خیلی افراد رو میامدن پیش من بعد میگفتن چقدر بین ما این مسائل چقدر، من تا حالا اولین زن هستی که باهات اینجوری هم، برای که دیگه من رو به عنوان سکس اوبجکت نمیدید، من رو به عنوان یک انسان میدید، انسانی در جنسیت زن. دقیقاً درست میدونم. این تفاوت داره با اینکه من خودم رو آخوخای علکی بکنم، من لبم رو یه کار دیگه ای بکنم، من سینم رو یه جوری نشون بدم، من بر... نه تو خودتی همونطور که هست. و تو مناطق لختی ها من میرفتم اصلا واقعا اوائل میرفتم میدم زن شکم گنده سینه‌های افتاده مرد، اصلا خیلی اصلا مثلا شاید از نظر دیگران مثلا شرقی ها میگفتن خجالت نمیکش، برو خودتو عمل کن، برو فلان کن، برو نمیدونم اینو چرا رو لختی میپوشن، هزار تا چه برسه لخت باشن، یارو نیمتنه میپوشه بهش میگن چرا نیمتنه پوشیدی شکم داری دیگه، چه برسه به این که بزرگ دیگه زیبا شد اینترنت رو کنم، من نمیشنم تو رو یه ذره هنگ کرد، یه ذره سب کن. خب فکر کنم الان خوب شد، من که خوب میبینم تو رو، من که خودم هم میبینم. ببین آره ببین این رو میخوام بگم که این افراد خودشون رو با همه این چیزی که هستن پذیرفتن، یعنی نمیخواد خودش رو قشنگ نشون بده برای دیگری، میگه من اگه با این سینه بزرگم خودم راضیم، شکم بزرگم راضیم، من نمیدونم چاقم، من نمیدونم فلانم، من باید راضی باشم، من نمیخوام خودم رو به دیگری عرضه کنم. و این آشتی با بدن این خیلی فرق میکنه، میبینی چقدر تاثیر روی زندگیت داره، روی عزت نفست هم تاثیر داشت، درسته؟ یعنی داشتن خودت، اعتماد به نفس، درسته؟ همین آره. و اصلا یکی میگفتش که یه زنه ایم از میگفتی شما سینهات خیلی بزرگه نمیدونم فلان، گفتم آقا خانم تو خواستگاری من نیا، تو اصلا با من دوست نشو، تو که نباید راضی باشی، این من هستم که مثلا باید راضی باشم، این شکل برو شکمت یه کاریش بکن، برو نمیدونم این مسائل میره کنار و تو به یه رهایی راحتی، یک همون کلمه آشتی با بدن در واقع این کلمه بنیان این فلسفه آشتی ما با خود هست. و این مسئله هستش که در واقع اگر تو به این چیز شرمی نمیمونه، حیایی نمیمونه، چرا باید من باید از کلمه کیر و کس خجالت بکشم و حتی اونو فوش بدونم، در حالی که این یه بخش از بدن ما. شما چه کلمه دیگه جایگزین داری؟ خب بگو. آلت تناسلی. آلت تناسلی این یه مفهومه، مفهومه برای مثل مثلا آلت شنوایی، شما نمیتونی بگی آلت تناسلی، اون اسم اون از که نیست که آره. مثلا وند که تو نمیتونی، معده معده است، خب چشم تو نمیتونی بگی، بله این آلت بیناییه،
وسیله بیناییه ولی خودش اسم داره. دقیقاً اینا میخوام بگم که ماها اسمش هم تابوه دیگه، چه برسه آفرین دادنش. البته الان که خوب خیلی کسایی الان دارن شروع میکنن، یه سری فیلم کسای مختلفی اصلا در این رابطه اصلا میان بعد. خب وقتی همه اینا عادی بشه، بیان بشه، مثلا دیگه نمیشه مثل اون آقای بیاد به من بگه که شما آکی رو کسو به کار میبری او با ارازل او باشه. خنده داره آقای دیگه. من میدونی به خاطر که همش توی این فوشا به کار رفته و خب دلیلش هم تو همه زبان هم هست، حالا من نام آلمانی ولی تو فرانسوی هم هست فوشایی که حالا مثلا با همین بله ایچون ببین هنوز تو اروپا هم، همین تو فرانسه تو اروپا هم الان مسائل، من چرا میگم جنبشی که الان یه تعریف میکرد، یه جنبش نوپاه. آره. یه جنبشیه که حتی الان این جنبش به پیروزی هم کامل نرسیده، چون خیلی این حتی این همه میکس و مهاجرات فلان و بعد این چیز مذهبیون و این مقابل آره خب اینا ما نمیتونیم بگیم که ای اروپا ایداله. برای همینا هم ببین مسئله رو مخفی میکنن، مسئله سکس هنوز یه تابوه خب، ولی دارن چیه توی اروپا و کشورهای دیگه توی فلان و یه سری رسو میان حرف میزنه، طرف میاد میگه من از خودارضاییم حرف میزنم، فلان میاد میگه من از بیزینس سکس هم حرف میزنم، فلانی میاد میگه من نمیدونم از که اصلا مسئله حمایت هم جنسگراها گی ها، خود همین هم یه چیز نوپای دیگه. آره. ما نمیتونیم همین الان بگیم که هم جنسگراها دیگه اصلا مسئلهش کامل حل شده، نه. پس اینا هستش که ما در ابتدای راهیم تو این مسئله، ولی آگاهی رسانی و اطلاع رسانی و اینکه توی این رسانه ها مثلا الان همین الان مایی که من و توی که حرف میزنیم با هم دیگه، تا دیروز هم دیگر نمیشناسیم ولی قطعا این فرهنگ من انتقال من چجوری شو، من همون آدم هم دیگه 20 سال پیش وقتی یه انس اومده بود چجوری میشدم فلان میشدم، حالا همین آدم ها من اینجا ده ها نفر میمدن خونه من میگفتم صبح بچه ها من میرم مثلا چون من لخت میخوابم یه دفعه نصف شب من میرم مثلا دستشویی، شما اولا اینکه بدونید که من به شما هر وقت گرایش جنسی پیدا کردم آقای محترم یا فلان من میام با زبونم میگم، این معنی نداره که چون بنده اینجا لخت هستم یعنی دارم رد میشم، من دارم مثلا یه به شما نقطه خوبی اشاره کردم یه سیگنال میدم، اینو میگفتم یا میگفتم شما اگر ناراحت میشید، من چون دو تا اتاق داشتم بودم صبح من میرم بالکن نفس بکشم ازشون اجازه میگرفتم اگر بهتون تعرض نیست من بیام رد شم، اگه نه من مثلا مثلا گفتش یکی میگفت خب من رومو برمیگردونم، گفتم اوکی، یکی میگفت میشه مثلا فرض کنین که آلمانی نه ایرانی، آلمانیا نه، آلمانیا خیلی چیزتر، آلمانیا به این مسائل خب راحت تر، ولی ببین با وجود اینکه من مثلا همسایه‌مون آلمانیه و خودشون طرفدار افکاکا و من نودیسم و اینا نیستم، ولی پذیرش این مسئله راحت تر. مثلا وقتی تو میگی که من اینو این که دگر اندیش رو خیلی راحت تر میپذیرن تا اینکه بگن که اوه تو باید چرا اونجوری هستی، میگه آه تو لباس آنچنانی میپوشی، تو آرایش آنچنانی داری، تو کچل میکنی، من کچل کرده بودم ولی چهار بار کچل گردم دیگه، بابا ایرانی میرسید بزن میگفت چیز شیمی درمانی شدی مثال میذارم. حالا البته اینا هم چیز میشن دیگه، میدونی میخوام بگم که مثل همون اول منم که وقتی رفته بودم خب من زیادی نگاه میکردم خودم میدیدم، اصلا بعضی وقتا خودم از خودم خجالت میکشتم گفتم بابا زیبا بس نگاه نکن، ولی میمدم مقاومت کنم یا زیاد میدونم باز چشم من بزنید میخوام بگم که اینا ماها من همون آدمم، من همین آدمم که خب اینجوری بودم مذهبی بودم، خب الانم هم همین آدما هستن دیگه، از چجوری میشه یک کسی تغییر کنه؟
منم. خب من اصلا دیگه حالا اگه یه موقع دیگه خواستیم، چون امروز در تممون برهنگیه، چون مسئله این که چرا من از مذهب برگشتم یا چرا مذهبی شدم یا مثلا چرا ازدواج کردم با پای پاسدار یا نمیدونم چی 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 چی، اینا حالا مسائلش مفصله، ولی ما توی امروز میخوایم به مسئله برهنگی از این جنبه که میخوام میگم یه برای حالا بحث که برگردیم به این که این چجوری شد تابو شکست به بحث اجتماعی شدنش. سوالی داری اول سوال بکن تا بعد من برسم به اون سالی که این رسانه ای شد و یه دفعه زیبا ناوک به عنوان سمبل نمیدونم نماد جنسی و نمیدونم چی چی اینا مطرح شد. تا اگه سوالی داری بپرس بعد بریم. ببین یه چیزی که هست، من خودم مثلا خب حالا خیلی برام پیش اومده که کامنت هایی که برام میذارن به خاطر ویدیو مثلا میگن که وای سینه هات مثلا مشخصه، در صورتی که خب من لخت نیستم، من لباس دارم، ولی برای اینا حتی اگه خط سینه مشخص باشه یعنی کلا سینه مشخصه و بیان میگن که قبل از اینکه حرف بزنی سینه هاتو بپوشون بعد حرف بزن. من همین حرف رو به پارتنرم گفتم که فرانسویه، خب و برایش گفتش که یعنی چی سینه هایی تو که مشخص نیست تو این ویدیو، یعنی چی میگن سینه هات مشخصه، مثلا فرمش چیکار کنی، بکنیشون چیکارشون کنی. گفتم خب این خط بعد خیلی تعجب کرده بود از این حرف. بعد گفت اصلا بفرضم که مثلا من قبول دارم شاید برای بعضی ها جذاب باشه، ولی فقط آدم نگاه میکنه دیگه، نمیاد بگه که سینهات معلومه، این بچه ها مثلا سینهات معلومه ها. خب اینا خب چون این فرهنگ در واقع ارشاد تو جامعه ما خیلی زیاده، یعنی تو اصلا میخوای مثلا همه هم دیگه، من یه استوری دارم که میگم بابا پروفسور بذار دیگه همه مردم هم به اندازه تو میفهم، هر چیزی باشی تو لباس پوشیدن تو فلان 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 همه چیزا میخوام بهت بگن که نه تو باید اینجوری باشی، او بذار تو خودت اون چیزی که دوست داری رو تو خودت پیاده بکن. مردم خودشون چشم دارن، گوش دارن، مردم خودشون میتونن. بعد مثلا میاد میگه ای چقدر قشنگی لباست، این مدل چقدر، من میتونم بپرسم از چجوری من این مدل رو داشته باشم. این خیلی فرق میکنه که من به خودم این اجازه رو بدم، هی بیام بگم تو این باش تو اون باش، تو اینجوری باش تو اون باش. حالا اگه موافقی بریم سر مسئله سالی که در واقع این جریان رسانه‌ای شد و من خاموش میکنم گرم میشه، روشن میکنم سرد میشه. چی رو؟ پنکه. آها خونر چی رو روشن میکنی؟ پنکه رو میگم خاموش میکنم گرم میشه. یعنی آنقدر گرمه ما اینجا سرده. جدی؟ آره پول ندارم اینجا خیلی آره. گرمه خوش بالا. خب اونجا هم هر جایی قشنگی خودشو داره. ببینیم من در مورد صحبتی داری بکن بگی یا نه. میخواستم یه سوال ازت بپرسم در تو بحث حالا. ببین سوالم این بود که یه چیزی گفتی که میگفتم که ازشون اجازه میگرفتم که بهشون تعرض نشه. این چه جالبی گفتی، به خاطر اینکه یعنی فکر میکنی که اگر بدون اینکه به اون شخص مقابل در جریان قرار بگیره ما لخت باشیم درست، این یه جور تعرض حساب میشه از نظر تو؟ ببین این یه نوع چیزی هستش که وقتی تو اطلاع میدی، خب یه سری جایی که مثلا فرض کن من این کار رو ممکنه یکی برگرده به یکی، این برای من تعرض حساب میشه، میگم خیلی خوب در یه جایی هست، میگم تو برو بیرون. ولی وقتی این فرد الان مهمان منه اونجا خوابیده و بعد من مثلا این میخوام اینجا این خونه من بمونه، من از اونجا میخوام رد شم، خب به هر حال این گفتن این مسئله که با این مسئله چه غافلگیر نشی یه دفعه نصف شب. خب من الان خودم مثلا فیلم بخوام یه کسی رو برای من، بچه هایی هستن من میگن زیبا ما عکس کیرمون رو برات بفرستیم، انقدر با شعورانه برخورد میکنه طرف میپرسه، من میگم خب بفرست. ولی کسی که یه دفعه بدون این که من بدونم یه دفعه این گیفای سکسی رو میفرسته، آزار جنسی حساب این، به هر حال من چیکار میکنم اون لحظه؟ این فرد خب قصدش چیه؟ یعنی میخواد به نوعی من رو آزار بده دیگه.
و من معتقدم ما اگر میخوایم یه تغییری هم ایجاد بکنیم تو جامعه، با آگاهی رسانی باید بریم جلو. خب و من مثلا فرض کنیم به اینها میگم که من لخت هستم، شما چطور؟ بعد میگه نه فلان اینو. میگم خیلی خوب، ما یه راه حلی پیدا کنیم که هم بین تو راحت باشم من، نه به این که مثلا جمهوری اسلامی رژیم یا این چیزا میاد میگه اونی که من میگم درسته و تو باید قبول کنی. خب این ورم که من نوعی که من میخوام بگم که مثلا برهنه هستم، البته خب پیج منه، من الان میخوام، من اگه پیج من الان اینستاگرام چیز نداشت، محدودیت نداشت، من فیلمای لخت خودم هم میذاشتم چون پیج منه. کسی میخواد بیاد اینجا خودش آگاهانه میاد دیگه، درسته؟ من که نگفتم، ولی شما فکر کن من همین الان بیام توی محیط تو، توی موقع چیز، بدون اینکه این آماده سازی رو انجام بدم، من این رو یه فاین، یعنی یه نکته چیزی هست با احترام به طرف، و اینکه مثلا میگم دوست داری من فیلمای برهنه من رو ببینی در رابطه با این مز، یا این عکسی، این فیلمی که من الان هست دارم نقطه نظرهای منو میپرسی، یکیش برهنه هست. متوجه چی خوشم اومد از این نظری که دادی و منم کاملا باهات موافقم. فقط میخواستم ببینم که اون فکری که پشتش داری چیه، که منم کاملا باهات موافقم. ولی وقتی من میبینم با یه کسی میرم جلو، خب یه کسی میرم، اون با من میاد جلو و من هم با، خب معلومه ما با هم میریم، ولی یکی یه سری جاهایی هم هستش که نه، طرف به خودش اجازه تعرض میده. خب من یه دفعه میگم تو داری الان تعرض میکنی به من. آره. خب پس تو 10 تا تعرض کردی، یکی هم نوش جان کن. من مثلا یه جا بودم، برگشتم به من گفتن که نه ما ناراحت میشیم که شما لباس مثلا لباس لختی بپوشی. گفتم خب منم ناراحت میشم شما چادر رو سر بپوشی. دقیقاً. خب پس این ناراحتی به اون ناراحتی، پس ما بیایم اینجا. اگر بعد گفتش که خب چی، گفتم خیلی خوب، من یکم شلوارم رو بلندتر میکنم، ولی تو هم تو این رابطه یه عقب نشینی میکنی. میدونی چی؟ بابای من اومد گفتش که زیبا من میخوام که نمیدونم تو لباس تو پوشیده تر کن. گفتم خیلی خوب، تو هم شلوارک بپوش. دقیقاً، همیشه یک طرف انتظار دارم. آره، قرار نیستی چون پدر منی، چون نمیدونم با چیز هستی، چون نمیدونم مسئول هستی. ببین یه جایی دیگه زور میگی، خب من مجبورم به خاطر اینکه دیگه من چیزی نه، ولی حداقل میتونم بهت بگم که تو اینجا این تعرضی که کردی یه به من بدهکاری و من یه تعرضی بهت خواهم کرد. میدونی، منتظر باش. حالا الان قدرتش نداشته باشم، فردا این کار. ولی وقتی یه آدمی مهمان منه میاد اینجا و نشسته، خب باش حرف میزنم، با کلامی گفتاری میتونیم بریم جلو. خب میریم جلو. این از این. خب بریم. بعد تقریبا یک رو وقت داریم. ببین مسئله ای که در رابطه با این که چطور شد که اصلا مسئله تابو شکنی رو بخوام بگم. ببین من خیلی از جریانات، اصلا من خودم بر برهنگی جز ذات من شده بود و بود اصلا و آشنا شدم. این پروسه رو من تعریف کردم برات که الان چه جوری بوده. ولی بعد از اون ما در سال 2000 و فکر کنم 11 یا 12 بود، نمیتونم دقیق، یه خانومی به اسم اولیا ماجده، دختر 20 ساله با دوست پسرش از مصر، اینا تصمیم میگیرن در وبلاگ خودشون عکسای برهنه‌شون رو پخش کنن خودشون، و اینا وقتی این کارو میکنن یه جنبش بزرگی را میفته در رو بر علیه این اولیا ماجده. یه سری شریعتی‌ها و فلان و بهمان مقابلش وای میستن و میگن این دختر باید بهش اشد مجازات، از این جور چیزا. این مسئله رسانه‌ای شد. اون موقع من یادم فیسبوک داشتم، یه دفعه دیدم که، حالا قبل از اون من توی فیسبوک اومده بودم گفته بودم خب ما که سال 2007، این جریان مال 2011 که دارم میگم در مورد اولیا باجه، من 2007 عکسای لخت من که توی مناطق لختیا بود توی وبلاگ خودم میذارم، توی هنوز
مطرح نشده بود. مهم. میدونی من مطرح نشده بودم. آه. ببین چجوری من مطرح میشم. این و یه بارم تو فیسبوک میذارم، فیسبوک میگه که نمیدونم نودیسم و فلان، فولدر رو کامل دیلیت میکنه. و بعد میگه که نه شما اجازه ندارید که لخته. بعد بچه ها که میدونستن گفتن چرا این مسئله، گفتم فیسبوک اجازه نمیده، هر کسی میخواد یک اکثر از پیوی بگیره از من. خب این مونده بود، ولی من هنوز مطرح اونچنانی نشده بودم. این عکسایی که بود مال 2007 تو مناطق لختی ها من گرفته بودم، دوست پسر یکی از دوست پسرام گرفته بود، گفته بودش که من انتشار میام. گفتم اصلا به هر کجا که میخوای انتشار بدی. یه بارم با من دعوا کرده بود، گفت من به خواهرت میفرستم. گفتم لطف میکنی؟ من فکر میکردم یه ذره با خواهرم، یه ذره هنوز محصولات داشتم، میترسیدم ترس منو برا رفت میکنی، زودتر این کارو بکن، هر کی که میخوای زودتر. این مسئله. اما جریان رو برگردیم به اون سکانس چیز اولیا ماجده. اولیا ماجده وقتی این جریان میشه، یه سری کسا میخوان که ازش دفاع میکنن تو سطح جهانی، تو تونس، این ور اون ور. من اون موقع یه دفعه من یادم گفتم این مقاله رو که دیدم، گفتم خیلی هم از دختر خوشم اومد، دختر 20 ساله خیلی جوون و اینا. یه دفعه برگشتم گفتم من که این عکسای لخته که دارم زوویزو گرفتم، حالا ما اینو در حمایت از اولیا ماجده میذاریم توی این وبلاگی که من 400 نفر چیز داشتم. خب 400 نفر شاید ویزیتور داشتم این روز. من اصلا همینو گذاشتم، نوشتم در دفاع از اولیا ماجده برای چیز ما هم برهنه، عکسای برهنه. حالا چی؟ اولیا ماجده یه دونه گذاشته معلومات ده پونزده شونزده تا از لحظه بیست تا دیگه این دراز کشتم برسه کس گون این ور اون و همه چی دیگه بود. اینا که شد، من اصلا من نمیدونم چی شد. اون موقع یه دفعه دیدم وبلاگ من وردپرس بود، اون موقع رفت به 16,000 نفر. بعد رادیو فردا و زن ایرانی فلان شده، یه سری گفتن این مریم، دکتر مریم محبی اومد با من مصاحبه، شما این مسئله رو ما اونجا تازه فهمیدیم چی کار. بعد از من یه رو دیدم که یه دختری دیگه بود فیروزه بزرفکن از کانادا، این اومد نصف اینجوری یه کوچولو فقط سینش دیده میشد یه ذره، ولی اینا همشون نمادین این کارو کردن، معلوم بود برای دفاع از این مسئله. بعد یه دو زن و مرد توی اونا فرانسه بودن، کرد بودن، آرش نامی بود و دخترم کرد، اینا اومدن نصف زنه نصف مرده. بعد اینا برهنه بالاتنه، ولی پسره باید بالاتنه مهم نبود که، اون دیگه خب کیرش هم دیده شد و فلان و اینا. اینا دیگه ماها مطرح شدی زیبا نوبت، ولی چون من مال من دیگه 10-15 تا تو پارک شهر، تو این بر عصر نیوز، فارس نیوز، ای من نفهمیده بودم که اینا بردن نمیدونم عکس ها رو پخش شد. اینجا بود یه دفعه متوجه شدم که یعنی از وبلاگ من که ویزیتوراش انقدر بالا رفت، و تازه فهمیدم که با چی کار کرده. شدیم اولین زن که این مطرح شد، یه رادیو فردا و رادیو فرانسه و فلان اینا مسائل رو مطرح کردن، ولی چیزه عکسای من پخش شد، همه جا پخش شد. و بعد از این تقریبا یه 7-8 ماه بعد از اون بود که گلشیفتم این جریان رو، یعنی اونم گلشیفتم اومد که این جنبش برهنگی دیگه با، چون گلشیفت معروف بود خب دیگه میلیونی معروف بود. آره اون دیگه خیلی مطرح شد، ولی مسئله من اصلا تابو شکنی نبود. من گفتم که با این که هست اکسان بذار یه حمایتی هم از این دختره بکنیم. خب ولی این جریان تابو هم خودش شکوند در واقع. ببین این مسئله وقتی تو واقعا راحت در این جریان پیش بری، خب در واقع اون تابو هم خود به خود شکسته میشه.
یعنی هدفت در واقع تابو شکنی نبود، ولی تابو شده خودش میشکنه در این راستا. دقیقا. مثل یه تخم مرغی که تو مثلا ببین مریم نمازی، اینا مریم نمازی خب اینا رفتن با اولیا ماجده و با یه سری تونس و با یه سری از این فمینیستا، اینا رفتن اینجا زن و مرد برابر فلان، مریم نمازی اومد دیگه، مریم نمازی هم لخ شد دیگه. مریم نمازی از این خانومای کمونیست بوده. خب مریم نمازی به عنوان برهنگی دفاع نکرد که از این مسئله، متوجهی؟ از این مسئله به عنوان یک دیدگاه فمینیستی که داشتش که برابری زن و مرد مطرح بکنه، از این مسئله برهنگی استفاده کردن به عنوان دمونیکت، یعنی تظاهرات های مختلفی که فمینیست استفاده میکنن. خیلی از این جنبش ها انجام دادن. من مخالفش نیستم، ولی خودم جزو اونا نیستم. میدونی حرکت من یه حرکت قائم به ذاته. خب اینا بود که باعث شد که دیگه ما هم اینجوری مطرح بشیم و بعد دیگه کتابای من خوندی. آره تو این 4-5 دقیقه هم اگه با سوالی داری، اگه نه که بخوای ببینی بچه ها سوالی دارم. آره بذار ببینم. خوب شد که، ولی خب باعث شد که من خیلی خیلی جالب بود. بعد اینکه من خودم گفتم به بچه هم قبلش، گفتم من خودم اطلاعاتی ندارم، میخوام با همدیگه یاد بگیریم و واقعا یه جورایی رو تاثیر گذاشت. الان دارم فکر میکنم بهش. خیلی جالب بود خیلی. و اینی که گفتی که ما با بدنمون آشتی نیستیم، دقیقا درست گفتی. یعنی میدونی وقتی که ما بتونیم بدنمونو بپذیریم اونجوری که هست، همین باعث میشه که حتی چه میدونم فکری که میکنن که میگن که نمیدونم این والوا، نمیدونم نمیدونم این مدلاشو ایراد میگیرن دیگه. حالا یکی از بچه های سوالی هم کرد، یکی از بچه های سوالی کرد که زیبا نظرش در مورد فمینیست چیه. میخوای اینم تو این کوتاه جواب بدم؟ آره آره وقت تا اون چند ثانیه که میاد و تو با من بگم. بچه من فمن، یه نفر از من پرسید که گیاهخواری، گفتم گیاهخوار هم هستم. من همه چی نیست هستم دیگه. همه چی فمینیستم، جزوی از دیدگاه من هست، ولی من اساس رو، اصالت رو به حق میدم، یعنی به ارزش هایی که هر انسان داره. حتی مثلا فقط از دفاع از زنها نمی کنم، من دفاع از اون حقوق هر انسان، هر موجود می کنم، حتی موجودات غیر از انسان. پس ولی فمینیست میاد روی، البته بد نیست این جنبشم باشه، ولی من شخصا خودم روی این فوکوس نمی کنم و خیلی وقتا بوده در مقابل زنها از مردها دفاع کردم. و اینکه مثلا بگم چرا، نگاه میکنم ببینم که کجا حق هست، کجا با اون اصولی که من برای همزیستی انسانها با هم اعتقاد دارم اون صدق میکنه. برای همین اسمم رو به عنوان یه فمینیست مطرح نمیکنم، ضمن اینکه فمینیست در دیدگاه های منم هست، از دیدگاه از انسان. خب میدونی در واقع فمینیزم یه چیزیه که، یه جنبشیه که شاید ما بیشتر فمینیستا در واقع هدفمون نگه داشتن این اسم نیست، چسبیدن به این برچسب نیست، هدف ما آرمانیه که پشت این جنبش هست. برای همین حالا اصلا حالا خیلی هم مهم نیست که حالا اسمشو بذاریم فمینیست، اسمشو بذاریم نمیدونم پرتغال. مهم اینه که شما دارید الان کاری رو میکنید و من اینو به اون آرمان، و در واقع اون آرمان هم در واقع به این بردن تبعیض جنسیتیه، نه این که بخواد بگیم که فقط هم زن باشه. ولی خب مسلما تبعیض جنسیتی در حق زن بیشتره در همه جای دنیا، و خب یه چیز طبیعیه که بیشتر روی اون فوکس بشه. یه سوالی هم اینجا محمد جواد تقریبا یک دقیقه نیمونده. محمد جواد یه سوال کرد که شما با حقم در رابطه با این که آیا با حقم باشم یا نه، تعریف از حقم خودش، ما وهله اول باید به مفاهیم مشترک با هم برسیم.
فردا من با اون دوستم که طلبه هست میخوای با هم صحبت بکنیم، ما وهله اول حتی مفاهیممون، من ممکنه به یک کلمه یه چیزی رو حق بدونم که تو اونو ناحق بدونی. پس اول به اون ارزشام، یعنی اینجا در جواب به محمد جواب مثلا اینه که در تعریفامون هم باید یکی باشه. خب دیگه کمتر از یه دقیقه مونده، فقط یه چیزی زود بگیم که نظرتون در مورد یوگا به صورت برهنه چیه؟ یوگای برهنه به عالیه، چیزی برهنه از نظر شما خوبه دیگه. بچه اصلا تانتارا هست، با یه روزی صحبت کنیم، یکی از بچه ها بود، وای خیلی یوگای برهنه خیلی جالبه و چقدرم شما رو به یه تعالی میرسونه، عالیه. الان دیگه داره تموم میشه، باشه، مرسی. ممنونم، مرسی.